دین یک نحوه وجود شناسیه. بچه مسئله به سادگی اینه. مسئله به سادگی اینه. وقتی ما با این جهان برخورد میکنیم، از این جهان چه میفهمیم؟ در یک بیان بسیار ساده، در یک بیان بسیار ساده، ما وقتی با این جهان برخورد میکنیم، من کسرات میبینم. درختها، کوهها، دریاها، اشیا، ساختمانها، ستاره ها. سوال اینه، همین آیا در پس این کسرات، آیا در پس این کسرات شما یک خلأ میبینید یا یک ملأ؟ یعنی ماییم و این جهانی از کسرات، یا در این جهان غیر از این کسرات یک حقیقتی هست که از جنس این کسرات نیست؟ آیا این الان مسجدی که ما نشستیم فقط ماییم و دیوارها و پرده ها و بلنگو و دوربین و دانشجویان همین؟ یک پاسخ اینه که من چیزی نمیبینم، همین کسرات. این نیهیلیسمه. من خلا میبینم، چیزی نمیبینم. اما یک تفکر دیگه اینه که، یک تفکر اینه که نه، در پس این کسرات حقیقتی خودش رو آشکار میکنه که وحدت بخش این کسراته، اما هیچ یک از این کسرات نیست. هیچ یک از این کسرات نیست. من اسم اینو میذارم حقیقت استعلایی. حقیقت استعلایی یعنی حقیقتی از سنخ امر تجربی نیست. بچه ها دو جور ما میتونیم با این جهان مواجه شیم. یا ما کثرتی از واقعیت‌های تیره، فناپذیر و سایه‌بار می‌بینیم، یا در این جهان حقیقتی روشن، لایزال، یک روشنایی مطلق. تو کتاب مقدس از این حقیقت به نور اشاره شده، تمثیل به نور شده. الله و نور السماوات و الارض. تفکر افلاطونی هم، در تفکر افلاطونی هم از این حقیقت به آفتاب حقیقت تعبیر شده. حقیقتی هست که همه چیز در پرتو او دیده میشه، اما خود به دیده در نمیاد. تازه تمثیل آفتاب تمثیل ناقصه. در تمثیل همه وجوه با همدیگه منطبق نیست. بیان بیان استعاره است. بچه ها دین عبارت است از اندیشیدن به حقیقتی روشن و لایزال، حقیقتی که همه چیز در گرو اوست، حقیقتی که مبنا و بنیاد هر چیزی است و هر حقیقتی روشنایی خودش رو وامدار این حقیقت، هر حقیقتی روشنایی خودش رو وامدار این امر استعلاییه. دین تأکید بر این حقیقت است که در این جهان امری هست که هر خواستن و اندیشیدنی محتوای خودش رو از اون داره، امری که بیشتر آدمیان، حتی اصحاب تئولوژی و مدعی دینداری و اسلام پناهی، اصحاب تفکر تئولوژیک، از این حقیقت به سادگی میگذرن و نسبت به اون بی اعتنا هستن. مؤمن کسی است که در هر لحظه، در هر کنش و در هر رفتاری و در هر اندیشیدنی نسبت با این حقیقت رو مورد تأمل قرار میده. دین تأمل بر حقیقتی است که از ژرفای هستی ما را به خودش دعوت میکنه و تنها اوست که بنیاد هر گونه شناخت و هر گونه کنشی است، بیان که بتوان بر آن چیره شد، بیان که بتوان آن را تصاحب کرد. اما تئولوژی و نظام‌های تئولوژیک مدعی شناخت این حقیقتند و مدعی ارائه نظامی هستند که این حقیقت و خواست و اراده او را در اختیار ما قرار میده. نظام‌های تئولوژیک مدعی هستند وقتی حرف میزنن حقیقت داره از زبان اونها سخن میگه. این حقیقت تو این نظام متجلی شده.
اما تفکر دینی آن تفکری است، اندیشیدن به آن حقیقتی است. هیچ نظامی نمیتونه اون رو تصاحب بکنه، هیچ نظامی. دین یعنی این تلقی از جهان، انسان و آگاهی، که نوعی از رابطه میان انسان و جهان وجود داره که از نسبت‌های علمی مثل علم، فلسفه، حقوق، فقه، علم تفسیر، هر چیزی که شما بگید بسیار بسیار متمایزه. هیچ یک از علوم متعارف نمیتونن انسان رو به این رابطه با بنیاد جهان و حقیقت هستی برسونن. افلاطون میگفت ما دو گونه دانش داریم، دانش متعارف، دانش شاهانه. گفت سوفسطایی ها پول میگیرن ولی اونها دانش متعارف یاد میدن، ادبیات، تفسیر، شعر، تاریخ. اما افلاطون میگفت دانش دیگری هست که از سنخ دانش متعارف نیست. او اسمشو میذاشت دانش شاهانه، دیالکتیک یا فیلوسوفیا. بچه ها، تئولوژی دین رو به دانش متعارف تبدیل میکنه. فقه دین نیست بچه ها، تفسیر دین نیست. بحث‌های کلامی، رشته الهیات، فلسفه اسلامی، دین یک دانش دیگری است. به تعبیر بعضی ها علم قدسی است. علم قدسی نه که بعضی از مطالب مقدسه، نه، علمی که متعلقش امر قدسی است. این علم از سنخ خاصی است. نظام‌های تئولوژیک این معرفت خاص، این معرفت قدسی، این علمی که جان رو روشن می‌کنه، این علم رو می‌کوشن تا سرحد معارف متعارف بشری و مجادلات نظری تنزل ببخشن.